دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که سرشار از عشق و نور باشید. رسیدیم به یه فصل جدیدی از کتاب گفتگوی میان استادان خرد، کتاب بسیار ارزشمند و پرمحتوا. اسم این فصل اینه: اکنون او میتواند به وضوح ببیند. دکتر ریندایر به آبراهام میگه: باورتون نمیشود که چه تلنگری به من زدید، چون به تازگی کتابی نوشتم با همین نام، اکنون میتوانم به وضوح ببینم. آبراهام پاسخ میده: شفافیت واژه مورد علاقه جدید استر است، زیرا وقتی در صفحه بلند پرواز قرار دارید، شفافیت بیش از هر چیزی احساس میشود. بسیار شگفت‌انگیز است که ذهنی پالوده داشته باشید. این به این معناست که مطمئن باشید و بدانید که چه میخواهید یا میخواهید چه کار کنید. نام آن کتاب همین است، اکنون میتوانم به وضوح ببینم. داره به نکته مهمی اشاره میکنه. دوستان، حتما برای همتون پیش اومده که گاهی اوقات در زندگی در نقطه‌ای قرار میگیریم یا در مقطعی هستیم که دقیقا نمیدونیم چی میخواییم. بیشتر متمرکز هستیم که چه چیزهایی رو نمیخواییم. و البته ما زمانهایی نمیدونیم چی میخواییم که خیلی شناخت کافی از خودمون هنوز پیدا نکردیم. که اون هم اشکالی نداره، چون تو مسیر رشد هم اون شناخت به ما داده میشه و همین که شفاف متوجه میشیم که چی میخوایم. شفاف بودن خیلی کمک میکنه. دکتر ریندایر میگه درست است، در ضمن ترانه‌ای هم به همین نام وجود دارد. آبراهام ادامه میده: میگویی من هر چرا که پیش از ورودم به این کالبد مادی بود میدانستم و بیشتر چیزهایی را که در مسیر مادیم برگزیدم به تدریج به خاطر می آورم. همه یه تناقض‌هایی را که با آنها زیسته‌ام، چیزهایی را در کنه وجود من گذاشتند و همانها موجب شد تا مدت‌های مدید خودم را از دیدن محروم کنم. اینجا یه مطلب خیلی مهمی هست، به اینکه وقتی روح می‌خواست وارد این جهان بشه، خودش این مسیر روش رو انتخاب کرد، به دلیل اینکه این مسیر به شدت براش جذاب بود و هدف گسترش روح بود. اما ما وقتی وارد این جهان میشیم، خب مقدار زیادی از مسیر رو فراموش میکنیم و زمانی که در این جهان مادی به تناقض‌هایی در مسیرمون برمیخوریم، به جای اینکه درس اون تناقض رو بگیریم و بدونیم برای چی اونجا هستیم و شفاف بشیم نسبت به خواسته‌هامون، گاهی مثل اینه که انگار توی گودال گیر میافتیم و نمیتونیم بریم جلوتر. میگه برخوردم به تناقض‌ها باعث این میشه که مدت‌های مدید خودم رو از دیدن برکات الهی و اتفاقهایی که در حتی همون تناقض بوده محروم کنم. اما اکنون من در همسویی ارتعاشی با همه چیزهایی هستم که در آنجا قرار دادم و دنیای زیبایی است که برای خود رقم زدم. خب، یک محفظه ارتعاشی هست، یا بهتر بگیم شاید یک جایی که ما آرزوهامون رو دونه دونه توی اون انداختیم. فرض کنیم یه باکسیه که ما هی آرزوهامون رو در داخل اون باکس انداختیم، با هر فکر یا هر ارتعاشی که در طول سالهای زندگیمون ما درخواست کردیم. و میگه اون باکس پر شده از خواسته های ما و زمانی ما میتونیم اون خواسته ها رو آشکار در زندگیمون ببینیم که همسو با حقیقت درونمون بشیم. و خیلی جالبه، آبراهام ادامه میده: به اندازه کافی اینا، میگه در حقیقت حرفایی که روحی که شفاف شده داره میگه. میگه با خودت میگه به اندازه کافی در کنه وجودم گذاشتم که تا 20 یا 30 سال مشغول باشم و همه آنها برایم اشتیاق آورند. میبینم دنیا به کدام سمت و سو میرود. میبینم که دیگران نیز استعداد انجام چنین کاری را دارند. میبینم لازم نیست خودمان را در اسارت ناراحتی یا جدایی نگه داریم. دلیلی برای انجام این کار نیست. میبینم که منشأ برای همه ما وجود دارد. برای ما نجوا میکند و به صراحت با ما سخن میگوید. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که کمی گوش بسپاریم به صدای قلبمون. و در حقیقت تمام اون آرزوهایی که ما سالهای سال در اون محفظه ارتعاشی قرار دادیم، میگه برای 20 یا 30 سال سر تو رو بند میکنه و تو بسیار لذت میبری و با اشتیاق هی میخوای دونه دونه آرزوهات رو به در حقیقت به ظهور درشون بیاری و لذتش رو ببری.
میخواستم همین پرسش را مطرح کنم. دکتر وندایر میگه زیرا کاری که در این کتاب کردم چنین است که 58 فصل نوشتم و در هر یک از فصلها این گونه پیش میروم و آنگاه ناگهان به چپ میپیچم یا به راست یا به مستقیم. میدانید در 5 کتاب نخست که برای عموم نوشتم هرگز به واژه های روح، خدا، حقیقت و آگاهی اشاره نکردم. از آگاهی والاتر هرگز سخنی به میان نمی آمد. در حقیقت کتاب ها را در حوزه روانشناسی و از این دست نوشتم. آبراهام پاسخ میده چون خوانندگانت آماده نبودند. دکتر وندایر ادامه میده بله، اما بعد از آن کتابی نگاشتم به نام وقتی باور داشته باشید. آن را می توانید ببینید یا وقتی باور داشته باشید آن را خواهید دید. با نگاهی به فهرست مطالب آن کتاب می بینم که در آن کتاب 39 مورد به چنین مسائلی اشاره دارد، یعنی همون واژه های حقیقت و آگاهی و خدا. آنگاه عنوان کتاب بعدی همان را در بر داشت. پس از آن در این باره سخنرانی هایی کردم. به نظر شما آیا اجباری وجود داشت؟ منظورم این از من یک باره در مسیر اصلی حرکتم در بزرگراه لانگ آیلند تغییری شگفت‌انگیز ایجاد کردم. دکتر وندایر داره ماجرای تغییر و تحول خودش رو توضیح میده. در سال 1976 در دانشگاه مشغول تدریس بودم و کمی بعد از اینکه به مزار پدرم رفتم، هنگام بازگشت به ناگاه احساس کردم مسیر زندگیم کذب است. احساس می کردم دارم از جاده منحرف می شوم، یعنی خلاف مسیر، و در نتیجه خودم را به کنار جاده کشیدم. احساسی عجیب و بسیار طاقت فرسا بود. قرار بود در این دانشگاه کرسی دائمی استادی را بگیرم. همه چشم به راه ترفیع و خواستار آن بودند. تصدی این کرسی یعنی برای مابقی عمرت شغل داری، ضمانتی که در این نهاد باقی میمانی و همون کاری را انجام میدهی که از 6 سال پیش مشغول به انجامش بودی، یعنی انتخاب راحت. اما برای من نوعی احساس ترس وجود داشت. با خودم میگفتم چگونه این منصب را رد میکنی؟ منظورم این است به دست آوردن این منصب خیلی دشوار بود. قرار بود در آنجا استاد تمام شوم. قرار بود شغلی تضمین شده نصیبم شود. کنار کشیدم چون موردی بود که طاقتم را تاق میکرد. یعنی در واقع به نوعی برافروختم و به خود رو برگشتم. پشت فرمون احساس کرد که نمیتونه بره و این منصب جدید رو بگیره که قراره تا آخر عمرش در یک جایگاه بالا در حقیقت باشه. به خود رو برگشتم و به خانواده هم زنگ نزدم. مستقیم به سوی دانشگاه راندم. به دفتر رئیس که نامش سارا فسنمایر بود رفتم و گفتم دکتر فسنمایر، این آخرین نیم ساله کاریم در اینجاست. کتابی نوشتم به نام نواحی اشتباه شما. آن را در آوردم و گفتم نمیتوانم همین کار را با خودم بکنم. در این باره در کتاب اکنون به وضوح میتوانم ببینم نوشتم آیا وقوع آن لحظه قدرتمندی که به این آگاهی رسیدم، که دیگه نمیخواد ادامه راهو بده منظورشه، به دلیل وجود انرژی منشأ بوده است؟ آن چه بود؟ از آن لحظه به بعد از تمام مزایایی که از استخدام بودن آیدم میشد دست کشیدم. آبراهام میگه بندها را گسستید. دکتر وندایر ادامه میده درست است، همین کار را کردم. بعد از اینکه تصمیم گرفتم و اجازه دادم چنین اتفاقی بیفتد، درآمدم در سال نخست به میزانی بیشتر از 36 سال گذشته زندگیم رسید. این فقط چشمه کوچکی از آن بود. آبراهام پاسخ میده این همان حرفی است که پیشتر میگفتیم. هر خواسته‌ای که دارید در واقعیت ارتعاشیتان نهفته است. یعنی تمام آرزوهای ما به محض درخواست برآورده شده و وجود داره، خلق شده، اما در حالت غیر فیزیکی و حالت فیزیک کوانتوم در حقیقت. آبراهام
ما آن را خط اتصال توی مادی با توی غیر مادی می‌خوانیم. منشأ درون شما می‌داند که آن خط اتصال در کجاست و همچنین از مسیر منتهی به آن که کمترین مقاومت را نشان می‌دهد با خبر است. هدف اصلی رسیدن به نتیجه نهایی نیست که از آن سخن می‌رود، بلکه مسیر است که اهمیت دارد و بسیار مفرح است. خب این خیلی نکته مهمیه دوستان، این که ما بتونیم از مسیر زندگی، از مسیر رسیدن به خواسته ها و آرزوهامون لذت ببریم، نه اینکه فقط منتظر باشیم به یه جایگاهی برسیم تا از اون لحظه به بعد لذت ببریم. بنابراین وقتی به این کالبد مادی گام نهادی، این مسیری که درباره‌اش سخن میگوییم وجود داشت، مسیر خوشبختی. یعنی روح میدونست که قراره در تمام مقاطع از این مسیر لذت ببره، حتی اگر با تناقض‌هایی در مسیر برخورد میکنه و میگه بگذار آن را مسیر کمتری مقاومت بنامیم، مسیر آسودگی، مسیری فرح بخش، مسیری که به سعادتمندیت منتهی می شود، مسیر سرور و شادی. خب دوستان، براتون از جنس این مسیر را آرزو می کنم، مسیری که توش تمام وزنه های مقاومت را رها کردیم و از خوشحالی و خوشبختی در آسمان خوشبختی و فراوانی پرواز می کنیم. با آرزوی بهترین ها، با آرزوی اعتماد به مسیر زندگی و حقیقت جهان. امیدوارم که بهترین ها رو تجربه کنید و به خاطر حضورتون سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.